صبحدم بود که از کوچه صدای برخاست. این صدا نغمه مرغان سحرخیز نبود، شور و غوغای دلاویز نبود، مشت کوبنده پرخاشگری بود که بر در می‌خورد. خفتگان خم کوچه همه بیدار شدند، چشم‌ها پرسان شد. یک نفر گفت: خدایا، به در خانه ما میکوبند، این زره آمده مهمان سحرگه چه کسی است؟ نکند دختر زندانی ماست؟ شاید آزاد شده است. نفس یک زن بیتاب و توان بند آمد، بانکی از سینه برآورد و سپس چادرش را به سر افکند و شتابان به در خانه دوید. پشت در دختر گمگشته نبود، پاسدار گذر منطقه بود. مادر از بیم سلامی به لب آورد و مردد پرسید: دخترم، دختر زندانی معصوم کجاست؟ ای برادر، ای برادر، به خدایی که به دان معتقدی، ساغر زندگیم پرخون است، نور چشم من خونین دل محروم کجاست؟ از پس ریش سیاه مرد بیدادگر بی‌آزرم خنده‌ای کرد و سپس گفت: بگیر، ارمغانی است ز داماد مسلمان شما. دختر باکره پیش از مرگ ساعتی همسر من بود و من شور همخوابگی مرد به او بخشیدم. او منافق شده بود. اگر او باکره میرفت از این عالم خاک، باغ فردوس سزاوارش بود، ولی امروز شرار دوزخ جاودان خانه اوست. بستان هدیه ای را که به تو میبخشم، پول کابین همان دختر توست. حکم اعدام درون زندان صبحدم اجرا شد. پیکرش خفت به گور ابدی. کافر دیگری از دار مکافات برفت. مادر سوخت جان با دل پردرد بر او می نگریست. عشق بر هدیه آغشته به خون می افتاد. قامتی بود تهی از هستی، بر لبش شکوه ای از مرد ستمکار نبود. بر سیه روزی فرزند جوان میگرید. پیک بی عاطفه بی فرهنگ، سرفراز از شرف و نام مسلمانی خیش، از خم کوچه گذشت. شادمان بود که آن لحظه به فرمان امام، برگ آلوده به خون دیگری بر هزاران ورق دفتر بیداد بشر